بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری، اشراق، تعبیل نوری. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 25، بهشت در دوزخ، حیات عرفانی، صفحه 181. بسم الله یار. 1. عمر یار است، یار عمر است که بر ما به جفا می گذرد. این جفا پیشه ما بحر وفا می گذرد. 2. چرا زندگی آدمی همواره پس سر اوست و گذشته اوست؟ هیچ کس در حال زندگی نمی کند، در حال همه بیهوش و بیحال هستند. در حال همه نیستند، حال نیستی است و هستی ما گذشته است. چرا؟ 3. یاران تا هستند نیستند و چون رفتند تازه هستند، کل زندگی همین است. 4. آدم ها تا نمیرند زنده نمی شوند. بمیرید، بمیرید، بر این عشق بمیرید. از این عشق چو مردید همه روح پذیرید. 5. هر انسانی محل حضور و ظهور جلوه‌ای از خداوند است. پس این خداست که در انسانها زندگی می کند و هست. ولی آدمی این حضور را فقط در گذشته خیش در می یابد، در گذشته برباد رفتش و در برباد رفتگی ها. یعنی آنگاه که دیگر نیست، هستی و ظهورش را درک می کنی. این است راز حسرت آدمی بر گذشتش. حسرت بر این که تا وقتی که بود ندانستیم و در نیافتیم و ما خود نبودیم و حالا که ما هستیم او نیست. 6. او در همکنون هم هست و همکنون هم نیستیم و فقط رد پا و یادش را درک می کنیم، نه حضورش را. 7. یعنی هرگز ما در خود حضور نداریم تا با او هم نشین باشیم. آدمی نابود پرست است و خدا را یا در گذشته و مرگ و نیستی درک می کند و یا پشت بام آسمان. 8. چون چند مؤمن و عاشق گرد همایند، خداوند هم در میان آنها حاضر است. ولی به ندرت محفلی این گونه پایدار و دائمی است. یا به واسطه کفران و خیانت اعضایش از هم می پاشد و یا در موارد اندکی هم معراج و شهودی رخ می دهد و رسالت آن جمع به پایان می رسد. 9. آنچه که دین خالص نامیده می شود و یا حزب الله همین جمع های کوچک چند نفره است که تعدادشان از 7 نفر تجاوز نمی کند که قلمرو ظهور عشق و صدق و اخلاق و توحید است. 10. در هر رابطه ای که صدق و محبت و حق پرستی و همدلی بوده، به همان درجه هم حضور خداوند بوده است و آن جمع کانون کرامت و شفاعت ها بوده است. ولی آدمی معمولا ظرفیت پذیرش چنین حیات بهشتی را ندارد و دچار وسوسه های شیطانی و کفران می شود و آن حق را از دست می دهد و ما بقی عمر در حسرتش زندگی می کند. 11. همه مذاهب و مکاتب حقه در تاریخ محصول چنین جمع های کوچک بوده است که سرنوشت جوامع بشری را تغییر داده است. این جمع ها کانون احیای دین خالص و ارزش های ناب الهی است و بهشت های کوچک زمینی در میان دوزخ مدنیت و صنعت. 12. این اجتماعات کوچک و نامرئی در واقع قلمرو حاکمیت حال و حضور است و افراد این جمع هستند که در این محفل مقیم حال و اکنونیت می باشند و لذا برپا کننده بهشت زمینی هستند. این تنها تجربه بهشتی بشر بر روی زمین است. این همان اصناف ثلاثه در قرآن است که اساس آن یک مثلث است، یعنی 3 نفرند.
این همان حزب خدا بر روی زمین است. 13. در چنین جمعی که در قرآن هم به کرات از آن یاد شده است، یک نفر که سنگ زیربنای جمع و مرکز این دایره است به مثابه امام می باشد. این یک جمع حقیقتاً شیعی و امامیه است که سایر افراد در ارتباط ایمانی و قلبی و عرفانی با امام قرار دارند. این یک جمع قیامتی نیز می باشد که برپا کننده قیامت کل جامعه است. کل تاریخ بشری به واسطه موجودیت چنین اجتماعاتی زنده است به دین و معنویت و معرفت. جمع محمد و علی در صدر اسلام و جمع مولانا و شمس در قرن هفتم دو تا از این اجتماعات است. 14. هر انسانی که اراده کند که صادق باشد، خوب باشد، پاک باشد، مهربان باشد و با حق زندگی کند، بدون شک دیر یا زود چون این امکانی برایش فراهم می شود و آن الحاق به یک چنین جمعی است. آنان که گفتند خدایا ما ایمان آورده ایم و استقامت و صبر کردند، خداوند از جانب خودش رسول، امام یا شاهدی را جهت هدایتشان می فرستد. قرآن 15. این جمع قیامت صغرای افراد آن است و چون جمع متفرق گردد، همه افراد جمع به تفرید و تجرید و تنهایی درونی دوچار می شوند و این مجال توبه از کل گناهان و راه و روش خطای زندگی است. این افراد اگر کفران کرده باشند، از آن بهشت روحانی خارج و طرد می شوند و امام و هادی خود را از دست می دهند که اگر توبه کنند، دوباره امام خود را باز می یابند. 16. چون این جمعی محفل خداست و به معنای زیستن در حال و همنشینی با خداوند است و به معنای حیات حقیقی و روحانی می باشد. و کسانی لایق چنین حیاتی هستند که تمام زندگی درونی و برونی خود را بر مبنای دین خالص و معرفت توحید استوار سازند. خداوند به این افراد از نزد خودش رزقی آسان و حلال می دهد تا آنها تمام انرژی خود را صرف احیای دین و عرفان نمایند و آیینه توحید جامعه باشند. 17. زیستن با چنین جمعی عین زیستن با خداست و لذا مستلزم رعایت کمال ادب و وظیفه و ارادت و اخلاص و صدق و تقوا می باشد و اطاعت بیچون و چرا از امام این جمع، زیرا این جمع مشمول غایت رحمت و کرامت و شفاعت خداوند قرار می گیرد تا افرادش کمر همت در احیای ارزش‌های الهی ببندند و خود را وقف دین و معرفت کنند. این یک دانشگاه الهی است. 18. چون این جمعی دربی از در پای بهشت خدا بر روی زمین است و همچون جزیره‌ای در میان دوزخ است. 19. آنان که با مکر و یا فقط به قصد منافع دنیوی و رفع عذاب به این جمع می پیوندند، به زودی رسوا شده و از این جمع به بیرون پرتاب می شوند. 20. این جمع تعین جنات نعیم در قرآن است که در حیات دنیا برای مؤمنان میسر می شود، یعنی یک زندگی نعمانی است نه رحمانی، یعنی با حداقل دنیا بهترین زندگی را تجربه و درک کردن. بنابراین نعمت شناسی از مهمترین ضروریات عرفانی برای افراد این جمع می باشد. این یک حیات عرفانی است و به بیان دیگر یک جامعه کوچک امام زمانی است در دوران غیبت. قطعی از بهشت در دوزخ آخر الزمان است برای پاکان و اهل دل. این تنها راه و رسم یک حیات عرفانی رضوانی بر روی زمین است. فصل 26. فلسفه جبر و اختیار، قضا و قدر. بسم الله الخیر.
1. جبر و اختیار تجلی زمینی و بشری قضا و قدر است که دو امر آسمانی یا الهی می باشد. 2. هر قضایی که از جانب حق بر بشر فرود می آید حاصل یک قضاوت الهی ناشی از عدالت است، پس اجتناب ناپذیر است، پس جبر است. 3. قدر آن اموری از جانب خداوند بر بشرند که بشر در آن صاحب اختیار است. 4. اختیار به لحاظ لغت از خیر است، همانطور که آدمی قلم رو به اختیارات را هموار قلم رو به خیر می داند. 5. پس مقدرات همان مخیرات است و قلم رو به اختیار و آزادی انتخاب است و وجه خیر امور می باشد. 6. پیامبر اسلام اهل جبر و معتقدین به جبر و مشیت‌های جبری را اهل کفر و دوزخ نامیده است، زیرا معتقد به جبر طبعا جبار نیز می شود و ستم پذیر و ستمگر. 7. جبر یا اختیار قبل از آن که دو وضعیت تعریف شده ی برونی باشد، دو نوع احساس و اندیشه و ادراک درونی بشر است. 8. آدمی در ذات خود صاحب اختیار است، زیرا حامل روح خداست و روح هم طبق تعریف قرآنی همان امر و اراده خداست در بشر، پس بشر صاحب اختیار خدا در سرنوشت خیش است و این همان معنای مقام خلافت اللهی انسان در جهان هستی است. 9. بنابراین از دیدگاه مذکور همه آیاتی که در قرآن منوط به اراده محض خدا و یا اراده محض بشر هستند آیاتی متناقض نیستند، بلکه امری واحدند، مثل این دعایه: خداوند هر که را بخواهد هدایت یا گمراه می کند و هر که بخواهد خودش هدایت یا گمراه می شود. این دعایه از دو منشأ و منظر است، یکی از مبدأ الهی و دیگری منشأ بشری، مشیت الهی و مشیت انسانی. این دو اراده‌ای واحد و یگانه هستند، زیرا روح امری واحد است و انسان حامل روح خداست. ولی حق این مسئله در درک باطنی آن نهفته است، یعنی هر که بخواهد مختار باشد مختار است و هر که بخواهد مجبور باشد مجبور است، یعنی همچنین انسان مختار است که مختار باشد یا نباشد. 10. کافران کسانی هستند که نمیخواهند مختار باشند و مسئولیت این اختیار را داشته باشند، یعنی نمیخواهند مسئول سرنوشت و نتیجه اعمال خود باشند. این همان انکار معاد به عنوان اصل دین باوری است. 11. در واقع اختیار پذیری همان مسئولیت پذیری است و آنان که تن به جبرها می دهند نمی خواهند مسئول اعمال و سرنوشت خود در دو جهان باشند. 12. آن که نمی خواهد صاحب اختیار سرنوشت خود باشد تن به انواع جبرها می دهد: جبر جامعه، حکومت، اقتصاد، سیاست، وراثت، طبیعت، تاریخ، خانواده، فرهنگ، جنسیت و غیره. 13. یکی از قدرتمندترین جبرها جبر جامعه است که به صورت قانون همرنگ جماعت شدن عمل می کند که خداوند مؤمنان را از پیروی این قانون برحذر داشته است و عاقبت این پیروی را ابتلای به ستم دانسته است و کفر. 14. خداوند در کتابش هیچ جبری را به عنوان رفع گناه از بشر نمی پذیرد. و اگر آن روز بگویید که گناه ما به گردن خانواده، والدین، برادران، همسران، فرزندان، حکومت، رهبران، دوستان و معلمین است، از شما پذیرفته نمی شود، زیرا دروغ می گویید و می دانید که دروغ می گویید. 15.
آیه مذکور یک گزارش روانکاوانه می باشد، یعنی انسان آگاهانه و به عمد جبرها را می پذیرد و برای پذیرش آنها مجبور نیست و اگر بگوید مجبور بودم دروغ می گوید و بر دروغ خود هم آگاه است و در واقع به خداوند تهمت می زند و گناه خود را به گردن دیگران می اندازد و لذا به دیگران هم تهمت می زند و لذا در اینجا سه گناه بزرگ مرتکب شده است: تهمت به خودش یعنی مجبورم، تهمت به خدا و تهمت به خلق، که سه تهمت ناحق و دروغ است. 16. این واقعیت است که هر کسی مادرزادی با شرایطی از پیش تعیین شده پا به جهان و قلم رو به سرنوشت خود می نهد. در خانواده ای با شرایط اقتصادی و فرهنگی و نژادی و مذهبی ویژه‌ای به دنیا می آید، از پدر و مادری که قبلا انتخاب نکرده است، در طبیعت و جغرافیای خاصی از زمین که قبلا انتخاب نکرده است، در جامعه‌ای با شرایط سیاسی و حکومتی و تاریخی و فرهنگی خاصی که قبلا انتخاب نکرده است و با جنسیتی و شکل و شمایلی که قبلا انتخاب نکرده است و چه بسا با یک نقص عضوی که قبلا انتخاب نکرده است و نیز با ژنتیکی که قبلا انتخاب نکرده است. اینها را می توان انواع قضای الهی نامید به همراه برخی از حوادث طبیعی و اجتماعی مثل زلزله و سیل و بیماری و جنگ و امثال هم و نیز مجموعه ای از غرایز و نیازهای حیاتی. 17. ولی آدمی بر اساس همان فطرت روحانی و مختارانه و الهی خیشتن در درون همان محدودیت ها و انواع قضایا و بلایا باز هم دارای طیفی از انتخاب است. درست به همین دلیل دوتا برادر دوقلو هم که در اکثریت قریب به اتفاق این قضایای الهی مشترکند، چه بسا دارای دو سرنوشته به کلی متضاد می شوند. یکی دانشمند می شود و دیگری دوست، یکی متدین می شود و دیگری فاسق. پس آدمی در بطن قضای الهی نیز دارای قدر است و هر جبری را می تواند تبدیل به اختیار نماید. 18. تبدیل جبر به اختیار یا قضا به قدر همان رسالت انسانی بشر و هویت دینی و الهی اوست و میزان ارزش هر انسانی در همین قدرت تبدیل است. 19. قدر در لغت قرآنی هم به معنای اختیار و انتخاب سرنوشت است و هم به معنای قدر و معنا و منزلت و مفهوم و ارزش و محتوای هر چیزی. 20. پس تبدیل قضا به قدر یا تبدیل جبر به اختیار یک تبدیل معنوی و معرفتی است و به معنای تبدیل ماده به معنا و تن به روح و حدود به بی حدودی است. 21. بنابراین کارگاه این تبدیل در درون انسان است و ربطی به شرایط و امکانات دنیوی ندارد. 22. یعنی معنویت گرایی همان کارگاه اختیار گرایی بشر است. این است که انسانهای فکور، مؤمن و با معرفت به ندرت تن به زور و جبر و ستمی می دهند، یعنی دارای قدرتی ویژه هستند که می توانند جبر را تبدیل به اختیار و قضا را تبدیل به قدر نمایند. این قدرت چیست؟ 23. کارخانه اختیار در انسان همانا تفکر و تأملات درونی مخصوصا معرفت نفس است، یعنی تفکر در باره آن موضوعی که به صورت جبر نازل شده است. این تفکر همان موتور محرکه کارخانه است که جبر را به اختیار بدل می کند. 24. آدم‌های بی‌فکر و عجول عصبی که اصولاً قدرت تأمل درونی و تعمق ندارند، آدم‌های مجبور و جباری هستند. ستمبر از بالا دست و ستمگر به زیر دست. 25.
علی علیه السلام می فرماید هر که خود را شناخت مشکلش حل شد. هر مشکلی در واقع یک جبر و زور و ضربی است که بر زندگی آدمی فرود آمده است و رفع هر مشکل به مثابه رفع یک جبر و پدید آوردن اختیار است. گشایش یعنی اختیار. پس این کلام علی بدین معناست که هر که خود را شناخت آزاد شد. همانطور که علی علیه السلام می فرماید هر که خود را شناخت پیروز و رستگار شد. 26. یعنی شناخت کارگاه رهایی از جبر هاست و شناخت خیشتن هسته مرکزی این رهایی است، زیرا آدمی تن به هر جبری که در بیرون می دهد به دلیل یک ضعف و نیازی درونی است. 27. مسئله این است که تفکر در ماهیت امیال و ایده ها و نیازها و غرایز و عواطف خیشتن موجب تبدیل و تحول و تلطیف و دگردیسی در ماهیت این امور درونی می شود و این معجزه معرفت نفس است و این است که عارفان را صاحب کرامت می دانند که جبرهای مردم را تبدیل به اختیار می کنند و این همان معنای گشایش است. 28. جهان هستی به لحاظی یک قضا و جبر الهی است که بر انسان وارد می شود دمادم و بلا وقفه و خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه و مستقیم و غیر مستقیم و عینی و غیبی. 29. و اصلاً تمامیت وجود هر کسی یک قضا یا جبر وجودی محسوب می شود. جبر بودن. 30. آدمی می تواند با خودکشی از جبر بودن نجات یابد و این یک مبارزه فیزیکی با جبر است و برخورد اکثر آدم ها با انواع جبرها از همین نوع فیزیکی و حسی می باشد و این برخوردی جبارانه با جبر است و جبر را نمی توان با جبر رفع نمود. همانطور که انسان با خودکشی قادر به نابودی خود نیست، زیرا حیات اخروی هست، بلکه برخورد جبری با جبرها فقط جبرها را پیچیده تر و نامرئی تر و موذی تر و مهلک تر می سازد. 31. فی المثل راه عارفان موسوم به راه فناست و این بدان معناست که انسانی که از جبر بودن رنج می کشد می تواند در وادی فنای عرفانی از این جبر رها شود. این قانون شامل حال هر جبری می شود و از آنجا که همه جبرها ریشه در وجود خود فرد دارند و جبر بودن اساس همه جبرهاست، پس فنای عرفانی راه نجات از همه جبرهاست و تنها راه رهایی و اختیار مطلق است و صراط المستقیم رستگاری روح است. معرفت نفس. 32. برای تبدیل جبری به اختیار، نخست باید آن را پذیرا شد در درون خیش و آن را انکار و ترد و لن نکرد. باید معنا و ماهیت و شرایط آن جبر را بر خود وارد نمود و سپس با نور تفکر آن را بمباران عرفانی نمود، نه بمباران جبارانه و فحاشی و سرکوب. یعنی باید به واسطه معرفت آن را در نفس خود شکافت و آنگاه در مغز هر جبری اختیاری برتر رخ می نماید. دل هر ذره را که بشکافی آفتابی در میان بینی. 33. آنچه که جبر نامیده می شود یک احساس است و این احساس حاصل درگیری و استکاک با ماده وجود ماست. اگر در به اندیشه و احساس خود را به روی آن باز کنیم و آن را پذیرا شویم، در درجه اول جبریت آن امر رفع می شود و سپس با شکافتن معنوی و عرفانی آن موضوع است که اختیار آن جبر روی می نماید. این همان تبدیل قضا به قدر است و بلا به بدی. 34. انسان وقتی ماده وجودش را به مساف با جهان بیرون برد، هلاکتش حتمی است.
زیرا تن آدمی کی حریف کائنات می شود. 35. بایستی با معنای وجود خیشتن به مسافه با جهان و جهانیان رفت، که در این صورت آدمی حریف کائنات هم می شود و کائنات را تسخیر می کند، زیرا خداوند در ذات جهان هستی امر به تسلیم نسبت به انسان را نهاده است، به شرط آنکه آدمی با روح خود که همان اراده خداست با جهان روبرو شود، یعنی با واسطه خداوند با جهان رابطه برقرار کند. 36. از طرفی دیگر آدمی به میزانی که آزادی و اختیار عمل خود را صرفاً فیزیکی و مکانیکی می داند، در لای چرخ جهان و جهانیان به دام می افتد و خورد می شود. 37. استکاک و استهلاک بشر مدرن که انسان امروز را تبدیل به خسته و فرسوده ترین موجود جهان کرده، حاصل نگاه به غایت ماشینی و سوری به مسئله آزادی و اختیار است. ولذا بشر مدرن در این حال که به لحاظ عمل آزادترین انسان تاریخ است، ولی به لحاظ روانی اسیرترین و بندترین بشر تاریخ است. و هرچه که در عمل آزادتر می شود، نعره آزادی خواهیش بیشتر شده و حمام خون به راه انداخته است و به جنون و جنایت افتاده است، و این یعنی این که بشر مدرن بی معناترین بشر تاریخ است و رابطه اش با جهان تماما تکنولوژیکی است و روحش در چنبره ماشین اسیر است. 38. انسان اسیر اراده خیشتن است. این است راز احساس اسارت بشر. 39. و از آنجا که انسان مدرن به لحاظ اراده فعلی قدرتمند ترین و آزاد ترین انسان تاریخ است، به لحاظ روانی هم ضعیف ترین و دربند ترین است. 40. در واقع بشر مدرن دچار بزرگترین سوء تفاهم تاریخی نسبت به خیشتن است، و آن این که آزادی و اختیار را در رهایی اراده خود میپندارد و عبرت هم نمیگیرد و به خود نمی آید تا ببیند که هرچه که اراده اش رهاتر می شود، احساس اسارت و عربده و جنون و تشنج او بیشتر می شود و به جنایت می افتد. 41. پس اصلا صورت مسئله کاملا وارونه است، و صورت حقیقی مسئله این است که تنها راه رهایی و رستگاری دل و جان و روح انسان این است که یکی بیاید و اراده او را از او برباید. این است ناجی موعود. 42. و نام دیگر این رهایی و اراده ربایی الهی همان عشق است، عشق عرفانی. 43. این رهایی بخش روح و دل ربای خدایی مردان خدا هستند که خود دل و اراده و روح خود را به او سپرده و سرسپرده و دل داده حق هستند. 44. این است نجات و هدایت و سیر الالله که نام دیگرش عرفان عملی و رابطه مراد و مرید است، و نام خودمانی ترش مذهب تشیع در حقیقت معنای آن است که متاسفانه این عشق و ارادت عرفانی تبدیل به تقلید تاجرانه و ریاکارانه شده است. فصل 27. راز جاویدان. فلسفه حال. بسم الله الحال. 1. آنچرا که حال یا اکنون یا اینک یا لحظه می نامیم، همان معنای جاودانگی و ابدیت است. 2. جاودانگی همان استمرار کیفی و روحانی لحظه است. 3. جاودانگی همان اکنون ابدی در دل اکنونیت است، و نه جمع حسابی لحظه ها و نه اتصال کمی نقطه ها همچون پیدایش خط. 4.
ماندن در اکنونیت و تلاش برای نزدیک شدن به این نقطه وجود و اقامت در آن، کل جوهری تلاش معنوی و عرفانی انسان در جهان است و جز این هیچ معنای دیگری از رشد ممکن نیست. 5. اقامت در حال همان مقام و موقعیت قیامت وجودی است. 6. انسان کامل همان انسان اهل حال است که زیستن در وضعیت صفر وجود است. 7. اقامت در اکنون یعنی مقام حضور، حاضر بودن در خیشتن. 8. اقامت در حال همان مقام خود شدن و یگانه شدن و موحد بودن است، مقام احدیت. 9. اقامت در حال همان بودن است. 10. در حال نبودن همان نبودن است، غفلت و نسیان و خواب. 11. خدا همان حال است و حضور. 12. خدا غایب نیست بلکه انسان غایب است، ولذا در حضور او نیست و او را نمی بیند. 13. بی حال بودن یعنی بی وجودی و از خود بیگانگی. 14. رشد کردن و تکامل و تعالی همانا رسیدن به خود است که در اکنون است. 15. صراط المستقیم هدایت همان راه رسیدن به حال است که مقام دیدار با خداست. 16. اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدایا مرا به حال برسان، یعنی همان جایی که تو هستی. 17. انسان مثل خاشاکی بر رودخانه‌ای به سرعت زمان در حال حرکت و برده شدن است. این همان انحطاط و غفلت و نابودی است. تلاش برای نرفتن با جریان زمان و بازی ایستادن همان در حال ماندن است. این همان تلاش معنوی و دینی بشر است. 18. همه تلاش‌های دینی و تقوایی بشر تلاشی برای نرفتن با جریان زمان است. 19. سرعت زمان چقدر است؟ همان سرعت عبور لحظه هاست. 30. توبه یعنی بازی ایستادن در جریان زمان و دیدار با خدا و سپس بازگشت در این جریان که همان جهاد فلاح و فنای در ذات اوست. 21. کارخانه گردش ماشین زمان در مغز انسان است و باید این کارخانه را از کار انداخت و سپس از آن راهی دل شد که خانه خداست و سپس بر دل وارد و در او فنا گردید و یکی شد. این است انسان. 22. آدمی مشغول زمه است، یعنی مبتلای به زمان، و این است راز گناه و غفلت و شیطان زدگی. زمه همان زمان است. 23. انسان موجودی در گذشته است و لذا از قلمرو جان و روح خیش در گذشته است و این راز مردگی انسان است. مردمان مردگانند و چون بمیرند زنده می شوند. 24. خارج شدن از اشتغال به زمه و زمان همان پیروی نکردن از ذهن و اندیشه خیش است. 25. جریان اندیشه و همه محصولاتش چیزی جز تفاله و زباله وجود انسان در جریان زمان نیست، مثل نعش آدمی بر ساحل این رودخانه است، همچون کف روی آب که به ساحل می رود. 26. آنچه را که اراده شخصی و امیال آرزوها و قضاوتهای خود می دانیم حاصل نبودن در حال است و همان کف روی آب حیات و هستی در ساحل رود. 27. نقشی از جهان هستی که مقابل روی بشر است همان نقش عدم هستی است. جهان از چشم یک آدم مدهوش و مرده، جسدی بی جان و بی روح،
وگرنه خداوند را در جهان دیدار می کردیم، چون جهان هستی همان حضور خداست. 28. ما با جهان هستی سر و کار نداریم به دلیل عدم حضورمان در جهان، بلکه با خاطرات جهان سر و کار داریم و خاطرات قلمرو به خطرات هستند و توهمات و گمراهی، زیرا نیستی را هستی می پنداریم. این است که همه ارزش‌های ما وارونه و گمراه کننده است و به جای رسیدن به بهشت به دوزخ می رسیم. دوزخ فقدان حیات و هستی است. 29. زمان قلمرو به حکومت ابلیس است. 30. زمان زدگی انسان همان ابتلایش به ابلیس است. 31. زمان چشم زخم ابلیس به آدم است. 32. بهشت همان بی زمانی است. 33. خروج آدم و حوا از بهشت به دلیل ابتلایشان به زمان بود. 34. ذم آدمی دو صورت و جایگاه دارد، یکی زیر پای اوست که زمین است و یکی بر سر اوست که زمان است، این زم و آن زم، زمین و زمان. 35. هر آنچه که ما را به گذشته یا به آینده می کشاند، یعنی خاطرات و آرزوها، زمان است، یعنی شیطان است که ما را از خود بی خود می کند. 36. شجره ممنوعه که باعث خروج انسان از بهشت جاودانگی شد نیز جلوه ای از زمان است که دو روی دارد. روی گذشتش آبا و اجداد و تاریخ است و روی آیندهش نسل و فرزندان آینده هستند. 37. گذشته و آینده دو روی غفلت و بیهوشی و بیخودی و زمزدگی ماست. به گذشته می رویم و در آنجا دچار غش و قحطی می شویم و به آینده می گریزیم که خیالات و آرزوهای خوش فریبنده و سراب هاست. دو نوع نابودن. 38. و اما چگونه می توان از اسارت این ابلیس که در مغز تو مستقر است آزاد شوی و او را از مغز خودت به بیرون اندازی؟ 39. بی تردید تو خود نمی توانی، اگر توانسته بودی تا کنون کرده بودی. تو حد اکثر می توانی این ابلیس ذهن خود را لباس مقدسی بپوشانی و نام مستعار خدا را بر او نهی و القاعات او را هم تبدیل به الفاظ بزرگ و مقدسی کنی، همچون پیشرفت، توسعه، علم و تکنولوژی، فلسفه ها، مدینه فاضله، آرمان ها، ایدئال ها و مسئولیت به تاریخ آینده. و آنگاه هم که رسوا و هیچ و پوچ شدی، ابلیس با لطیفترین الفاظ به سراغ تو می آید. ایثار. 40. ابلیس فقط از خدا می گریزد و البته نه خدای غایب آسمانی و نه از ایده خدا در ذهن تو که این ایده خود ابلیس است. ابلیس از کسی می گریزد که او را به تمام و کمال و جمال بشناسد، از امام تو می گریزد و از پیر ربانی تو. چون خدا حاضر باشد ابلیس می رود. 41. چون مؤمنی به دیدار مؤمنی برود خدا دیدار می شود. پیامبر اکرم صلی الله. دیدار جمال مؤمنان از بهترین عبادات است. امام سجاد. فقط انسان اهل حال و مقیم در اکنونیت وجود و کسی که خودش شده است می تواند تو را به حال خودت، یعنی به خودت بازگرداند و از اسارت ابلیس زمان برهاند و از قلمرو ذم زمین و زمان خارج کند و به ام خودت برساند. به همین دلیل آنگاه که در حضور او هستی، در حال هستی، نه در گذشته و آینده، چون این کسی ناجی و امام توست و این مذهب عرفان عملی است یا مذهب امامیه و تشیع حقیقی.
و بدین گونه سر خودت را از اسارت ابلیس می رهانی و به پیر می سپاری و این است سر سپردن، تا سالک بادی دل شوی که جهان حال است و در این جهان چشم دیگر و گوش دیگر و هوش دیگری میابی و جهان را آنگونه که هست میابی و این است زندگی.